ما پنجم خرداد ماه 1396 خورشیدی و 26 می 2017 میلادی. امشب در صفحه آخر میخوایم ببینیم این سند بی سی که موضوع دعوا بین رهبر معظم و رئیس جمهور منتخب و بقیه نامزده شد چیه و مشکل واقعی جمهوری اسلامی با این سند توسعه پایدار سازمان ملل چیست. قبل از اینکه تقدیمی این هفته رو ببینین دو نکته خدمتتون بگم. یکی اینکه موظفم عرض کنم خدمتتون که به روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و نکته دوم اینکه در یکی دو هفته آینده برنامه‌ای خواهیم داشت درباره وضعیت مال باختگان صندوق‌های اعتباری مثل میزان و کاسپیان و غیره. خواهشم این است که با ما تماس بگیرین اگر مال باخته هستین. و اما تقدیمی این هفته به مردم اهواز. تا موقع انتخابات ریاست جمهوری 96 چی بود؟ کسی نه چیزی از این سند میدونست، نه کسی اصلا دنبالش بود که بفهمه چیه. تبلیغات و رقابت‌های انتخاباتی خیلی چیزها رو رو کرد، از جمله این سند بی سی و از جمله سوء استفاده از طرح این سند و از جمله دروغ گنده رهبر معظم درباره این سند یونسکو، نهاد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد. خیلی خوب، بذارین من ادامه بحث رو خدمتتون عرض کنم. ببینین این سند، قبل از اینکه من توضیحات رو بدم، این سند ملی آموزش بی سی جمهوری اسلامی ایرانی بیش از 500 صفحه است که دولت جمهوری اسلامی، دولت روحانی در سال 95 این سند رو تهیه کرده و برای همه نهادهای به قول خودشون بالادستی فرستاده. از جمله این سند به دفتر رهبر معظم هم رفته است در آذر ماه 95. از اهداف سند بی سی گسترش آموزش برای همه کودکان، همه یعنی دختر و پسر، سیاه و سفید، فقیر و غنی. من اجازه بدین که از ایسنا براتون بخونم، خبرگزاری همچین نیمه دولتی جمهوری اسلامی. در خصوص سند چارچوب اقدام و آموزش بی سی، جمهوری اسلامی ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را به صورت رسمی و مکتوب بیان داشته است. حق تحفظ یعنی حفظ، حق حفظ خود، حفظ کردن خود، خیشتنداری، یعنی خودداری از اجرای اون بندایی از سند که با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی مغایر.
خب یه بار دیگه میخونم این تیکه رو. در خصوص سند چارچوب اقدام آموزش 20C، جمهوری اسلامی ایران از حق اعلام تحفظ استفاده کرده و آن را به صورت رسمی و مکتوب بیان داشته است. متن اعلام تحفظ رسمی و مکتوب جمهوری اسلامی ایران توسط نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در یونسکو رسماً طی یادداشتی به دبیرخانه آن سازمان ارسال شده است. متعاقباً این متن روز چهارشنبه 13 آبان 94 یعنی 4 نوامبر 2015 در سایت رسمی یونسکو درج شده و اکنون نیز در سایت یونسکو قابل مشاهده است، یعنی نزدیک 2 سال پیش. این همون نامه جمهوری اسلامی ایرانه که داریم میبینیم که در سایت یونسکو درج شده و مربوط است به حق تحفظ جمهوری اسلامی، که حالا توضیحاشو از آقای روحانی هم خواهید شنید که یعنی چی این حق تحفظ، و از جمله از آقای زنگنه و دیگران به عنوان وزیر خارجه. باری اینها 13 آبان 94 عرض کردم که اون درد شده. خب برگردیم به آقای دکتر سعید پیوندی. آقای دکتر صدای بنده رو میشنوین؟ بله کاملا. خب پرسش من این بود که خواهش می‌کنم فارغ از اینکه جمهوری اسلامی چجوری نگاه میکنه به سند 20C، خواهش می‌کنم بفرمایید که سند 20C چیه؟ سند 20C یا 2030 یونسکو میشه گفتش که یک منشور عمومی هست که کشورهای مختلف دنیا با همدیگر به همراه کارشناسان آموزشی تهیه کردن برای اینکه آموزش برای نسل آینده و برای جامعه آینده رو پیریزی بکنن. در نتیجه این سند میشه گفتش که یه نوع اجماع بین‌المللی است بر سر اینکه نسل‌های آینده ما در همه کشورهای دنیا به چه نوع آموزش نیاز دارن، چه نوع نیازهای جامعه آینده بشری داره، و یک آموزش انسانی بدون تبعیض و در واقع با عدالت بیشتر چه نوع آموزشیش. من فکر میکنم که این سند استانداردهای آموزشی را در قرن 21 تعیین میکنه و به نظر من یکی از در واقع پیشرفته‌ترین سندهایی که در مورد آموزش تاکنون در حوزه در واقع تجربه بشری تنظیم شده، و از این نظر باید گفتش که یه سند تاریخی است که یه چشم‌اندازی را ترسیم میکنه که این چشم‌انداز برای ساختن یک جامعه بهتر، جامعه با جنگ و درگیری و تنش کمتر، جامعه با عدالت بیشتر و جامعه با تبعیض‌های کمتر میتونه بسیار موثر باشه. آقای پیوندی، کی این سند رو تهیه کرده؟ ببینید این سند در چارچوب یک پروژه بزرگتر سازمان ملل تهیه شده که اسم اون در حقیقت توسعه پایداره، یعنی هدف این بود از طرف سازمان ملل که برای اینکه جوامع بتونن به طرف یه توسعه پایدار برن، یعنی توسعه‌ای که درش هم مسائل زیست محیطی رعایت بشه، هم محیط انسانی در واقع محیط مطلوبی باشه و هم تبعیض‌ها و بی‌عدالتی ها کمتر بشه، برای این جوامع مختلف در حقیقت نیاز دارن به یک نظام آموزشی که کمک بکنه به تربیت نسلی که در خدمت چنین جامعه‌ای باشن و در ساختن چنین جامعه‌ای در حقیقت باشن. این سند رو خاص سازمان ملل بوده، ولی رؤوسش را متخصصین و کارشناسان آموزشی از همه کشورهای دنیا که در یونسکو جمع هستن تهیه کردن، و این سند میشه گفت که یک سنتزی از تجربه های مختلفیه که در دهه های گذشته در حوزه آموزشی وجود داشته، و این چکیده و اساره در حقیقت دانش بشری در مورد یک آموزش مطلوب انسانی باز و در حقیقت خلاق هست. ببینید آقای پیوندی، دو تا تفسیر هست از چگونگی تهیه این سند. کسایی که مخالفشند، که حالا خواهیم رسید به چند تاشون، کسایی که مخالفشند میگن که اینو دولت‌های عضو سازمان ملل تهیه کردن، و به دلیل اینکه آمریکا مسلط است بر سیاست جهانی، بنابراین در واقع این سند رو دولت آمریکا تهیه کرده و نمیدونم دولت اسرائیل تهیه کرده و
بنابراین پیشاپیش یه همچین موضعی دارن. یه عده دیگه میگن این سند اصلا سندی نیست که دولت‌ها تهیه کردن و به همین دلیل هم الزام در واقع اجرایی محکمی پشت سرش نیست. دولت‌ها تعهد میدن که اجراش بکنن. حالا بعضی هم مثل ایران نتونستن اجرا کنن. حالا میگم صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم. ببینید در حقیقت این سند رو اون یعنی نوشته و فلسفه و اون چیزی که در این سند وجود داره رو کارشناسای آموزشی و متخصصین آموزشی تهیه کردن. دولت‌ها نمیتونستن یه همچین سندی با چنین محتوا و چنین در واقع چارچوبی تهیه بکنن. و من البته این سند همجوری گفتم در چارچوب یک منشور وسیع‌تریه که مربوط میشه به توسعه پایدار برای دنیای آینده، برای اینکه در واقع جوامع مختلف از مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنن بتونن یه مدار رهایی پیدا بکنن، به طرف توسعه‌ای برن که هم در خدمت انسان باشه و هم در خدمت محیط زیست. این بخش آموزشش رو من بیشتر خبر دارم، خاطر اینکه یه همکاری معینی هم با یونسکو دارم. در نتیجه این قسمت کار در حقیقت کارشناسان هست و این حرفایی هم نیست که یک هو در واقع یه دی به وجود خرق کرده باشه. این حرفایی که در 15 20 سال گذشته در کنفرانس ها، در نشست ها و سمینار های علمی زده شده، در موردش بحث شده، برابر این اجماعی که حول این سند به وجود اومده میشه گفتش که یه نوع هم اجماع سیاسی است و هم یک اجماعی بر سر در واقع علمی و آکادمیک بر سر نوع آموزشی که مطلوب هست برای نسل‌های آینده و جامعه‌ای که ما باید در آینده به نسل‌های آینده در واقع هم بسازیم و هم تحویل بدیم. بنابراین این سند با اینکه دولت‌ها قبولش کردن ولی اساسش رو در حقیقت کارشناسا پیریزی کردن و اتفاقاً کشورهای مثل امریکا بیشتر از کشورهای دیگه گاه با این سند فاصله دارن. یعنی نظام آموزشی امریکا اگر قرار باشه به چشماندازهای این سند توجه بکنه باید یه سری رفرم‌های خیلی جدی در محتوای آموزشی یا کتاب‌های درسیش ایجاد بشه. به هیچ وجه نیست که این خاص امریکا بوده. اساساً در یه سازمانی مثل یونسکو که از حدود 70 سال پیش فعالیت می‌کنه، کشورها یعنی قدرت‌های سیاسی خیلی نقش حاشیه‌ای دارن و نقش کارشناس‌ها و متخصصین خیلی برجسته‌تر است. برعکس نهادهای دیگه مثل شورای امنیت یا خود سازمان ملل یا مثلا آژانس بین‌المللی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای، اینجاها خیلی سیاسی هستن، دولت‌ها هستن، نماینده دولت‌ها هستن. یونسکو اگه به مجموعه فعالیت‌های فرهنگی علمیش نگاه بکنین و از جمله فعالیت‌هایی که خود ایران در یونسکو حتی انجام میده، می‌بینید که خیلی فاصله داره از سیاست‌های دولت‌ها و یه نوعی نگاهی هست در واقع فراملی به مسئله آموزش و تلاش میکنه که یک محلی باشه برای تلاقی تجربه ها و سنتز تجربه ها برای اینکه همه دنیا بتونن از این تجربه ها برخوردار بشن. برای مثال تلاش یونسکو برای اعلام یه سری از آثار باستانی به عنوان در واقع میراث جهانی بشریت، خب در حفظ این آثار در دنیا نقش مهمی داشته و ایران هم به اندازه کافی از این سیاست فرهنگی یونسکو بهره مند شده و گفتن اینی که گویا یونسکو آلت دست قدرت‌های بزرگ هست خیلی بی‌انصافیه، برای اینکه اتفاقاً کشورهای مثل امریکا بسیار هم ناراضی هستن از عملکرد یونسکو، برای اینکه اونجوری که اونها میخوان یونسکو کار نمی‌کنه. ببینید آقای پیوندی، شما فرمودین استانداردهای آموزشی که این سند تنظیم کرده استانداردهایی است که برای نخستین بار در تاریخ بشریت مطرحه در امر آموزش. تیتروار خواهش می‌کنم بفرمایید که این استانداردهای آموزشی چیه؟ ببینید این استانداردهای آموزشی به نظر من یه بخش‌هایی داره که به روش‌ها و شیوه‌های آموزشی برمیگرده. چجوری باید یاد گرفت، چجوری باید از فناوری جدید استفاده کرد در کار یادگیری یا تربیت معلم یا کارهای دیگه. این بخش من فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی و مسئولین در ایران باشیش مشکلی داشته باشن، برای اینکه این بخش صرفاً در واقع آموزشی این سند هست که بسیار مهمه، برای اینکه اتفاقاً اون سند
تحولات بنیادی نظام آموزشی ایران هم که چند سال پیش تصویب شده بخشای از همین حرف ها رو اونجا منعکس کرده، همون که بهش میگن سند بالادستی که شورای انقلاب فرهنگی تصویب، بله اون سند بالادستی که میگن همون سند تحولات بنیادی که از همین سند در واقع گرفته نظام آموزشی است که بله اون یه بخشای مهمی در واقع گایگ رونویسی اسناد بین المللی منشورهای یونسکو در مورد آموزش هستی، بخشایش اگه کسی بخونه با دقت و مقایسه کنه میبینه که کجاهاش در حقیقت نسخه برداری گاه من این را البته منفی نمیدونم، به صورت منفی مطرح نمی کنم، فقط در این جهت میخوام ببینم بگم که اینجوری هم نیست که اون حرفایی که یونسکو میزنه همیشه خیلی بد بوده یا همیشه مورد در واقع منفی بوده یا برخورد منفی بهش می شده. اما اون بخش هایی که به نظر من بسیار اساسی است در این سند بخش اجتماعی آموزشه، اونجایی که در حقیقت سند اشاره می کنه به اینی که ما چه هدف های مهم اجتماعی در کار آموزش داریم، اونجایی که آموزش باید در خدمت رفع تبعیض ها اشکال مختلف تبعیض در جامعه باشه، بین زن و مرد، بین اقلیت ها و اقلیت های مذهبی فرهنگی یا ملی که در یک کشور وجود دارن، اونها باید ازشون رفع تبعیض بشه، احترام گذاشته بشه به زبان اونها به عنوان یا فرهنگ اونها به عنوان بخشی از میراث عمومی جامعه، همینطور اشاره شده به این که مدرسه باید جایی برای یاد گرفتن و تمرین حقوق بشر باشه. خب این یه نکته بسیار اساسیه که من فکر میکنم که نظام‌های آموزشی به تدریج دارن این رو بهش توجه میکنن، ولی خب در واقع نکته که در سند اومده. یک مسئله خیلی اساسی دیگه در این سند اینه که آموزش باید در خدمت صلح باشه، یعنی ما حق نداریم بچه ها را گروگان بگیریم برای هدف های جنگ طلبانه، ما حق نداریم مقاصد ایدئولوژیک و جنگ طلبانه خودمون رو از طریق محتوای آموزشی به بچه ها منتقل بکنیم و نسلی را تربیت بکنیم که جنگ طلب، نسلی است که با دنیا سر جنگ داره و نسلیه که نمیتونه زبان صلح داشته باشه یا با زبان صلح کنار بیاد. اینا حرف هایی است که در سند به روشنی گفته شده و من فکر میکنم که خطاب این سند به همه دنیاست، خطاب این سند به یک کشور نیست، برای اینکه ما برای اینکه دنیای بهتری در آینده بسازیم پیش از اینکه در حقیقت ما به فکر تربیت کردن یک ایرانی، یک کرد، یک امریکایی، یک فرانسوی یا یک اهل مالزی یا ژاپن باشیم باید اول یک انسان تربیت بکنیم، خب. یک انسانی که قادره که هم خودمختار باشه، پرسشگر باشه، خلاق باشه، ولی همزمان به هم نوع خودش در واقع نگاه برتر یا نگاه خصمانه نداشته باشه و با به همه با در واقع نگاه هم نوع نگاه بکنه و این در واقع ارزش‌های والای انسانی که خب اینا همه این نکاتی که شما دارین آخر چند عبارت که فرمودین که حالا بهش برخواهیم گشت به طور تفصیلی، نکاتی است که با سیاست‌های حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی عملاً همخوانی نداره. یکی از چیزهای بسیار مهمی که در تبلیغات مخالفت با سند بی‌سی مطرح شد مسئله همجنس‌گرایی بود. یکی از اعضای شورای انقلاب فرهنگی میگوید که از بنیاد این سند توسعه پایدار مشکل جنسی داره، به این هم حتما باید بپردازیم. 23 دی 95 حسن رحیمپور از قدی، یک ابشار آسیب پذیر باید مورد حمایت قرار بگیرن، بعد میبینید توی قانون دیگه توضیح داده منظور از ابشار آسیب پذیر کیاییم، مثلا گفته همجنس بازا جزو ابشار همجنس آسیب پذیر باید مورد حمایت قرار بگیرن بلاز قانون، مثلا یه جا میمیسه خانواده، حقوق خانواده به رسمیت شناخته بشه، اینا میگن خب خانواده که خیلی جالب باری که داره از خانواده حمایت میکنه، بعد توی قانون دیگه نوشته ما سه نوع خانواده داریم، یکی خانواده زن و مرد، یکی خانواده مرد و مرد، یکی خانواده زن و زن، میگه تعریف ما از خانواده اینه، شما امضا دادی باید از این نوع خانواده حمایت کنی، به چه حقی امضا دادی؟ خلاف اسلام، خلاف انقلاب، خلاف قانون اساسی. آقای دکتر پیوندی، آقای در سند بی سی تشویق به همجنسگرایی شده و این تحفظ جمهوری اسلامی به اصطلاح، یکیش مثلا اجرا نکردن این توصیه یه متن سنده که همجنسگرایی در آموزش مدارس رو تشویق میکنه.
ببینید در سند 2030 یا 2030 در حقیقت هیچ اشاره‌ای به مسائلی که ایشون میگن به این ترتیب در اون بخش آموزشش به هیچ وجه نشده. یعنی اون چی که در سند مورد تاکید قرار گرفته اینه که باید بچه‌ها بتونن با آموزش در حقیقت آموزش‌هایی که بدن خودشون رو بشناسن و مسائل جنسی رو بشناسن آشنا بشن و این جزو در واقع برنامه آموزشی باشه و این بخش چیزی است که در برنامه‌های جمهوری اسلامی هم موجوده. یعنی در زمان آقای حاجی ما چنین آموزشی رو برای اولین بار وارد آموزش ایران کردیم، بعداً این آموزش محدود شد، الان حتی کتاب‌های مخصوصی که برای دختران و پسران چاپ میشه در دوره آخر راهنمایی و اوایل دبیرستان این مسائل به یه نحوی مطرح میشه و در حقیقت این در دستور کار نظام آموزش ایران هم حتی قرار گرفته، برای اینکه همه میدونن که این آموزش برای آگاهی بچه ها چه برای داشتن یک رابطه سالم جنسی چه برای جلوگیری و مبارزه با اشکال بیماری ها و کجروی هایی که وجود داره برای همه اینها در حقیقت بسیار مهم هست که بچه ها بتونن این آموزش ها رو ببینن و این را در سند یونسکو بهش اشاره شده و این در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی هم حتی موجوده. اما اینی که در مورد همجنسگرایی و چیزهای دیگه صحبت شده، اون چی که صحبت شده نه در سند یونسکو، در سند عمومی سازمان ملل، این بخش هایی است که برمیگرده به اشکال مختلف تبعیضی که روا داشته میشه برای انسانهایی که در حقیقت برای کسانی که همجنسگرا هستند، یا این رو نه فقط در مورد همجنسگرایان بلکه در مورد انواع مختلف اقلیت هایی که در جامعه، اقلیت های مذهبی یا هر نوع در واقع تفاوت هایی که در جامعه وجود داره، احترام به این تفاوت ها و تبدیل نکردن این تفاوت ها به تبعیض، انگشت نما نکردن این افراد و تربیت دانش آموزان برای اینکه احترام بذارن به تفاوت‌ها و اونا رو تبدیل نکنن به یک در واقع موضوع منفی در برخورد با دوستان و شهروندان دیگر، دوستانشون در مدرسه یا شهروندان دیگر. اون چیزی که در سند اومده، در سند یونسکو اومده اینه فقط. بله. خب یه مقداری کل سند تیتروار دستمون اومد، یه مقداری در واقع بخشی از مخالفت ها روشن است. حالا ادامه میدیم. اینکه این هم روشن شد که سال 94 یعنی دو سال پیش نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مربوط به همین حق تحفظ سند 2030 در سایت یونسکو درج شده، یعنی همه از جمله رهبر معظم و اذنابش میتونستن این سند رو ببینن. اینا همه روشنه، متأ داستان اصلا چیز دیگه است. روحانی به هر دلیل که جای بحثش یه برنامه دیگه است مورد حمله خامنه ای بوده، به ویژه در رقابت های انتخاباتی. رقبای روحانی در حکومت از 3-4 ماه قبل از انتخابات سند 2030 رو کشیدن بیرون، روش هی تو روزنامه ها و سیماشون و اینور و اونورشون مانو دادن که بگن دولت روحانی دنبال جدا کردن دین از آموزش کشوره و دنبال جدا کردن نهایتا دین از سیاسته. 18 دی 95 سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید، ببینید دی 95 در نامه‌ای به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس نوشت جاسوسان آمریکایی در لباس یونسکو پروژه آموزشی 2030 را پیگیری می‌کنند. بذارین یه تیکه که دقیق‌تر، یه مقداری دقیق‌تر از دلواپسان و مخالفان سند 2030 براتون بخونم. مؤلفه‌هایی که خودشون نوشتن، مؤلفه‌های کلیدی در برنامه آموزش 2030 عبارتند از برابری و فراگیر بودن، دسترسی برابر، عادلانه و با کیفیت، برابری جنسیتی، کیفیت آموزش و یادگیری مادام العمر. اینو خودشون نوشتن و باش مخالفت میکنه. من نمیدونم این چه دین و مذهبیه که آموزش برابر و فراگیر و مادام العمر باش مغایرت داشته باشه، قبول نداشته باشه. واقعیت این است که مشکل اینا دین نیست، مشکلشون شعاراشونه. ببینین
معاون سابق وزارت آموزش پرورش گفت اگر سند بی‌سی یونسکو از عدم خشونت سخن میگوید، به دنبال حذف مفاهیم ایثار، شهادت و مبارزه در برابر اسرائیل از کتابهای درسی است و این موضوع منجر به بی‌هویتی نسل ایرانی میشود. این داستان. همین دکتر پیوندی هم توضیح دادن مثلا درباره استفاده از کودکان برای سیاست‌های نظامی و اینا. برای همینه که گفتم اینا از 3-4 ماه قبل از انتخابات 96 میان در واقع زدن روحانی رو تو دعوای بین خودشون مهندسی میکنن، حالا با اهدافی که دارن. میگم حالا چقدر مثلا روحانی با اونا مخالفه من کاری ندارم و چرا کاری نداریم گفتم. به هر حال تو رقابت در اون هیئت حاکمه برای گرفتن سهم بیشتر در قدرت میان سند بی‌سی رو وسیله میکنن و بذاریم واضح‌تر ببینیم این مهندسی رو که عرض میکنم از 4 ماه قبل از انتخابات حداقل شروع میشه. 28 دی 95 مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی میگه ما جلوی اجرای سند بی‌سی رو میگیریم. من بدانی جلوشو میگیریم ما. این من با قاطعیت میگم، هیچ تردیدم تو این ندارم. جلوشو میگیریم، حتما بعد اینا بیان اصلاح بکنن، حتما بعد مسیر شورای انقلاب فرهنگی رو تعیین کنه. بلا شک این کارو میکنیم ما. اما خودشون بیان این کارو بکنن، چرا بیان مورد عتاب و خطاب قرار داد بشن؟ شما چرا این کارو بدو کردید؟ ببینید دقیقاً میگه عتاب و خطاب، برنامه‌ریزی رو نگاه کنید. این حرفو دی میزنه، دی ماه 95. بعد این عتاب و خطاب و رهبر معظم میذاره درست 10 روز قبل از انتخابات. سند 20 سازمان ملل و یونسکو و این حرفا، اینها چیزایی نیستش که جمهوری اسلامی بتونه شانش و زیر بار اینها بده، تسلیم اینها بشه. اینکه ما بریم سند رو امضا کنیم و بعدم بیاییم شروع کنیم بی سر صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلا مطلقاً مجاز نیست. این ما اعلام هم کردیم به دستگاه‌های مسئول. اینجا جمهوری اسلامی است، اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است. اینجا جایی نیستش که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتوانه در اینجا اعمال نفوذ کنه. اینجور رابطه اعمال نفوذ دارن میکنن، متاسفانه از طرق مختلف وارد میشن، اما اینجور سند به ما بدن به طور رسمی که تا 15 سال دیگه باید شما اینجوری بکنید اینجوری بکنید، ما هم بگیم بله، معنی نداره این کار. خب دیگه دیدین، گفت خبر ندارم، گفت یواشکی رفتن تعهد دادن و از این حرفا. دروغ گنده‌ای که گفتم خامنه‌ای در این رابطه میگه همینه. من نمیدونم اینا چجوری انصافا تو چش هم دیگه نگاه میکنن. هفته پیش نشون دادیم سندی رو که نمیدونم شاید الانم باشه نشون بدیم، باز که نامه معاون اول رئیس جمهور جهانگیری به رهبر که تاریخش بود 25 شهریور 95، یعنی 8 ماه قبل از انتخابات نامه نوشته بود، جزئیات نوشته بود، توضیح داده بود. بعد میگه خبر نداشتیم، یواشکی رفتن اینا اجرا کردن و اینا. این حداقل به قول خودشون تقوا رو رهبر معظم نداره، چه برسه به بقیه‌شون. بعد موقع انتخابات اومدن بر اساس برنامه‌ای که ریخته بودن و بر اساس دروغ خامنه‌ای کلی هزینه کردن که این دروغ رو جا بندازن. روحانی بعد از انتخابات اومد جواب داد که به عنوان اقدام عمل هست و یک توصیه هست، سندی که دولت 11 به صراحت نوشته است که اونجا که با قانون ما، دین ما، اخلاق ما، فرهنگ ما سازگار نیست ما نمیپذیریم و کأن لم یکن هست. اما این دروغ ها کارگر نیفتاد، مردم نگفتند به تخریب، نگفتند به سخنان غیر دقیق. این سخنان غیر دقیق خامنه ای همون قسمتی بود که پخش کردیم.
بعد خبرنگاری که تو کنفرانس خبری روحانی بیشتر ازش میپرسن درباره این سند بی‌سی، روحانی روشن‌تر میگه که آقا جان رهبر معظم در جریان این سند بوده بارها. راجع به بی‌سی، خب وزرای ما نامه‌ای نوشتند خدمت مقام معظم رهبری، وزیر خارجه ما، وزیر علوم ما، وزیر آموزش پرورش ما، به طور مفصل مسئله بی‌سی رو توضیح دادن که جمهوری اسلامی ایران تحفظ خودش رو از اول حفظ کرده و اعلام کرده و گفته که چیزی اگر خلاف فرهنگ ملی ما، اسلام و مقررات کشور ما باشه و ارزش‌های ملی ما باشه، ما به اون توجه نخواهیم کرد. و من قبلا هم گفتم که علی ظاهر گزارش‌هایی خدمت مقام معظم رهبری داده بودند که ایشون رو نگران کردند و من در سخنرانی هام بهشون اطمینان دادم. خب یه عده‌ای رفتند این طلبه‌های جوان عزیز ما رو تحریک کردند، اینا را به عنوان رسالت اسلام فرستادن تو روستاها، بلنگو دستشون دادن، تو روستاها تبلیغ کردن، گفتن به این دولت رأی ندید، دین شما از دست میره، وا دینا وا اسلاما. حالا فقط طلبه‌های عزیز ما رو گفتیشون، کلی آدم رو استخدام کردن، بهشون پول دادن، یه سری هم که همیشه سوژه مغزشویی مقام عظمای ولایت هستن و حضرات آیات اعظام و اینا که برن اعلامیه و نشریه و شبنامه پخش کنن و عربده بکشن. یه نمونهشو رو ببینیم. شما بی‌سی رو خواندی؟ بله. خواندی؟ خدا وکیلی خواندی؟ قسم می‌خوری خواندی؟ کامل و کامل شاید نه شما. نه خب بگو اصلا موضوع از کجا آمده این بی‌سی؟ کجا کی امضا کرده؟ کی با کی امضا کرده؟ بگو خدا وکیلی بگو خودت. خدا کلیش باید بهت میگم چون دقیق من خیلی جزئی وارد نشدم. خیلی دقیق نمیدونم. این مال کشور یونسکو، این چیز بی‌سی که چیز شده مال کشور یونسکو که مال حمایت شده از آمریکا و اسرائیل این ور اون وره، که الان دقیقا آمده داخل کشور کشور چی بگو؟ بعد این آمده تو کشور ما، حالا کار ندارم زیر دست چند سال از کجا آمده؟ نه از کجا تو گفتی؟ کجا کشور یونسکو؟ باور کنیم من نمیدونم از چند تا از روحانیون و مکلاهای حکومت بپرسیم که یونسکو کشوره یا نه، یا اصلا سند بی‌سی رو انصافا قضیه رو گنده نکنیم. سند بی‌سی رو اصلا میدونین چیه؟ نگاهی بهش کردین؟ همین هایی که دارن مخالفت میکنن، حتی میان سخنرانی هم میکنن اینا، مثلا چه میدونم، مثلا آقای موحدی کرمانی نماز جمعه تهران میاد بخواد، اینا خوندن اصلا میدونن چیه؟ ما متاسفانه چیزی که کم نداریم این بیخبری و ناآگاهیه. همونا که میرن نماز جمعه شعار میدن، اشاره کردم آقای موحدی کرمانی نماز جمعه 29 اردیبهشت 96، یعنی روز انتخابات امام جمعه موقت تهران، پذیرش سند بی‌سی که سازمان ملل و یونسکو به ایران تحمیل کرد از جانب دولت یک فاجعه بزرگ و خیانت بود. سوال اینجاست چرا این پذیرش مخفیانه و بی سر و صدا انجام گرفت؟ غرب بداند در ایران این سندهای معروف و فاسد غربی و ویرانگر پاره پاره و سوزانده می شود. خوشبختانه رهبر آگاه و مدافع از حریم دین و انقلاب هشدارهای لازم را به مسئولین دادند. ببینیم، بزنین من کل ماجرای دعوای بالایی ها به این بهانه و بهانه های دیگر هم توی یکی دو دقیقه براتون پخش بکنم که ببندیم اینو. باور کنین این دو دقیقه رو ببینین، هم مفرح ذات هست و هم ممد حیات. بعد برمیگردیم خدمت مهمان محترم برنامه. میگن شما رفتید یه سندی امضا کردید که توی مدارس هم جنس بازی یاد بدن. ببخشید چیزایی دیگه بگم من خجالت میکشم بگم. آخه چرا دروغ اینقدر بزرگ میدید؟ فکر میکنید چون گفتن دروغ هرچی بزرگتر باشه باور میکنن؟ اولا این هیچ سندی امضا نشده، یک دستوری بوده که گزارش داده بشه برای یونسکو. اونجا بعد که اینو دادن وزیر ما گفته ها من این رو هیچ کشوری اعتراض نکرده، از تمام کشورهای که یونسکو بودن جز وزیر ما. وزیر ما اونجا گفته که ما و
فقط خودمون رو متعهد میدونیم به بخشای از این که به هر شکلی در تعارض با مقررات و اولویت‌های ملی، من اینو عیناً می‌خونم، باورهای دینی و ارزش‌های فرهنگی جامعه ایرانی نباشن. گیرم هر اون چه گفتی هستم ای شیخ، هر اون چه گفتی هستم، اما تو اون چه می‌نمایی هستی؟ خب این دیدارتون با امیر تتلو چی بود؟ آقای دکتر پیوندی، ببینید اینا میتونه حالا رقابت‌های حکومتی باشه، فارغ از اینا برگردیم به خود سند آموزشی یونسکو. خامنه ای اگر با این سند مخالف نبود به هر حال اینطوری دربارش حرف نمیزد در ملأ عام، حالا نزدیک به انتخابات، ولی به هر حال قاعدتا مخالف این سنده. چرا؟ همونجوری که گفتیم، به نظر من در ورای این بحثایی که در هفته‌های اخیر پیش اومده، به خصوص در آستانه انتخابات و استفاده سیاسی که از این سند شده، اگر به طور واقعی بیاییم در حقیقت فلسفه عمومی نظام آموزشی ایران، سندهای بالادستیش، قانونی که در مجلس ایران در سال 1367 تصویب شده در برای آموزش در ایران، و همینطور صحبتایی که آقای خامنه‌ای یا کسان دیگر کردن در برای آموزش را مقایسه بکنیم با روح و فلسفه این سند، میتونیم بگیم که یک شکاف خیلی جدی وجود داره، و این شکاف جدی در حقیقت به نظر من یه چیز واقعی است و به هیچ وجه نباید فکر کرد که فقط این در واقع یک دعوای سیاسی در لحظه انتخابات، همونجوری که شما هم به درستی گفتین. من فکر میکنم چند تا محور وجود داره در این سند که اونها خیلی در حقیقت در یا میشه گفتش که اونها هستن که موضوع اختلاف هستن. اول از همه موضوع برابری جنسیتی و برابری زن و مرد هست که در سند همه جا بهش تکیه شده، و این برابری نه تنها در آموزش باید باشه، بلکه آموزش باید جوانان، دختران و پسرانی را تربیت بکنه که اینها بتونن در بازار کار و در جامعه هم فرصت‌های برابر داشته باشن. خب همه میدونن که گفتمان مسلط در نظام آموزشی ایران اتفاقا تفاوت بین دختر و پسر، تبعیض بین دختر و پسر، و اینی که دارم میگم در حقیقت منظور من سیاست‌ها و حرف‌ها و محتوای کتاب‌های درسی است، نه نتیجه‌ای که جوانای ما، دخترها و پسرها ما از اینا میگیرن. نکته دوم که موضوع اختلاف خیلی مهمه، مسئله همین آموزش حقوق بشر و در واقع پراتیک یا عملی کردن حقوق بشر در محیط آموزشی است. یعنی بچه ها یاد بگیرن که چجوری باید به افراد دیگر احترام بذارن، به حقوق دیگران احترام بذارن، حقوق خودشون چی هست، شهروند بودن به چه معناست، آزادی بیان، آزادی وجدان، اینها به چه معناست. اینا اون چیزایی که بچه‌ها باید در مدرسه یاد بگیرن. در کتاب‌های درسی ما همین چیزایی نه تنها وجود نداره، بلکه تبلیغات منفی علیه حقوق بشر وجود داره. نکته سوم مهم به نظر من که موضوع اختلافه، موضوع در حقیقت صلح هست. اینی که کتاب‌های درسی ایران به نظر من کتاب‌های درسی نیستن که طرفدار صلح باشن، طرفدار جنگ هستن، برای اینکه کلماتی مثل دشمن، غیر مسلمانان، کفار، قدرت‌های بزرگ به قدری تکرار میشه در متون کتاب‌های درس ایران که آدم میتونه حتی فکر کنه که این کتاب‌های درسی در خدمت در واقع جنگ تمدنی، جنگ بین مذاهب یا جنگ با دیگری غیر خودی، غیر ایرانی و غیر شیعه است، تا اینکه در خدمت صلح، در حالی که این میثاق یونسکو از صلح صحبت میکنه و از ضرورت آماده کردن در واقع روح نسل آینده با صلح و یاد دادن اینی که صلح به چه معناست و دوستی با دیگران و
در واقع نگاه نکردن به صورت خصم یا دشمن به دیگری به چه معناست، که این من فکر می‌کنم برای ایران به خصوص خیلی مهمه، برای اینکه 35 ساله که با این فرهنگ در واقع شستشوی مغزی زاده شده جامعه ما. آخرین نکته‌ای که من فکر می‌کنم میتونه موضوع خیلی بحث باشه مسئله اقلیت هاست، یعنی به رسمیت شناختن زبان و فرهنگ اقلیت ها و توجه به اونها در نظام آموزشی و آموزش به زبان مادری یا آموزش زبان مادری. اینها در واقع در همه این چهار در واقع محور من فکر میکنم بین نظام آموزشی ما و دیدگاه احتمالاً آیت الله خامنه ای و اونچه که یونسکو میگه تفاوت وجود داره. جالب اینه که حدود 190 کشور اگه اشتباه نکنم این سند را امضا کردن، هیچ کس باش مخالفت نمیکنه، با اینکه کشورهای مختلف دنیا به درجات مختلف از این سند دور هستند، ولی همه توافق کردند که به سوی در واقع اون افقهایی برن که این سند به وجود آورده، برای اینکه این افقها افقهای جدیدی هستند که با آینده این جامعه در واقع جوامع ارتباط دارن و با آینده همه در واقع دنیا ارتباط دارن. ما تنها کشوری هستیم که با جار و جنجال به جای یک برخورد منطقی، سنجشگرانه، پرسشگرانه، به جای بحث ببینیم آیا در این چهار حوزه‌ای که اختلاف داریم وضعیت آموزش ایران چجوره است. خیلی از تحقیقاتی که در ایران انجام شده نشون میدن که اتفاقا در هر چهار حوزه‌ای که ما اختلاف داریم نتایج سیاست‌های آموزشی ایران فاجعه بار بوده، در زمینه تبعیضات جنسیتی، در زمینه تبعیضاتی که برای اقلیت‌ها وجود داره، در زمینه در واقع تبلیغ روی پرخاشویانه و جنگ در کتاب‌های درسی. اینا مسائلی هستن که در تحقیقات آموزشی هم بهشون رسیدن خیلی از محققین، ولی مسئولین ما به جای اینکه بیان پرسشگرانه به سراغ این که چرا ما با دنیا فرق می‌کنیم، به چه جهت ما باید با این سند مخالف باشیم، چرا این سند این حرفا رو میزنه ولی فلسفه آموزشی ما چیز دیگری است، به جای اینکه واقعا به طور هوشمندانه و به طور سنجشگرانه بیان و چند و چون بکنن، بیشتر از در فحاشی و اتهام زنی وارد شدن. و متاسفانه وقتی شما میگید این سند امریکایی است، تحمیل شده، خواستن نمیدونم سبک زندگی فاسد غربی رو به ما تحمیل بکنن، دیگه جای بحث نمیمونه. یعنی ما هیچ وقت در مورد نظام آموزشی ما نمیتونیم یک بحث سنجشگرانه و آکادمیک و علمی داشته باشیم، برای اینکه از در در حقیقت شعارهایی وارد میشیم که جلوی بحث رو به طور کلی میگیرن و ما با یک دایره بسته‌ای در این 35 سال سر و کار داشتیم که هیچ وقت نتونستیم به طور آزاد سنجشگرانه و نقادانه بشینیم بگیم چرا نظام آموزشی ما خوب کار نمیکنه و چرا نظام آموزشی با این همه مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. ببینید، برنامه آموزشی یونسکو، برنامه آموزشی توسعه پایدار یونسکو که اولویت اولش از سال 2000 تا 2015، اون 15 سال قبل از 2000، قبل از در واقع تدوین و به بحث گذاشتن و اعلام اجرایی شدن سند 20C، از 2000 تا 2015 یعنی حدود 15 سال، 1380 تا 1395 آموزش برای همه بود، این شعارش بود و این هدف اصلیش بود. ایران تو اون 15 سال هم کاری نتونست بکنه برای اجرای درست این توافق و تعهد ملل متحد. من اشاره های کوتاهی میکنم برگردم خدمت مهمان محترم برنامه در همین رابطه. ببینید، 6 دی 92 رئیس سازمان نهضت سواد آموزی با اعلام اینکه 15% از جمعیت کشور همچنان بی سوادند گفت جایگاه ایران در دنیا با توجه به مکانیزم ها و روش های سواد آموزی جایگاه مناسبی نیست و بر اساس اعلام یونسکو رتبه ایران در موضوع سواد آموزی در میان 164 کشور رتبه 86 اعلام شده است. بعد 19 اسفند 93 تعداد افراد بی سواد و کم سواد زیر 50 سال هنوز بالاست و شماری از کودکان تا قبل از پایه سوم از چرخه آموزش خارج می شوند به دلیل فقر. امروز امر سواد آموزی سخت‌تر و هزینه برتر از گذشته و تعریف از حداقل سواد فرق کرده است. 30% از زنان روستایی کشور بی سوادند و در مجموع 10 میلیون نفر از جمعیت کشور بی سوادند. یعنی قدر مطلق بی سوادی در 15 سال اخیر تقریبا ثابت مانده است. اینا رو رئیس نهضت سواد آموزی میگه. آقای دکتر پیوندی عزیز، ببینین، به عنوان جمع‌بندی پرسش اصلی این است که قبل از اینکه اصلا برسیم به سند 20C، آموزش فراگیر
برای همه تو اون 15 سال 1380 تا 95 هم که حساب بکنیم، نه در دوره محمود احمدی نژاد و نه در دولت اول روحانی نتونست هیچ گونه جوابی بده جمهوری اسلامی به اون تعهد 2000 تا 2002، یعنی قدر مطلق بی سوادی در 15 سال مورد اشاره ثابت مون. در واقع پرسش مشخص هم این است، ما یه 4-5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، این است که اصلا ایران فارغ از این بحث‌های سیاسی، سند توسعه پایدار یونسکو به ویژه در حوزه آموزش که مورد بحثمونه، آیا ظرفیتش رو داره که این اسناد اجرایی بکنه و آموزش برای همه، آموزش پایدار و اصولا آنچه که در این سند شما اشاره کردید من دیگه توضیح ندم، این رو عملی بکنه؟ اصلا در ایران چون این چیزی ممکنه؟ حالا دعوای سیاسی جای خود. ببینید، اشاره شما به اسناد قبلی یونسکو خیلی بجا بود و من فکر می‌کنم خیلی مهم است که ما از این به این تجربه هم برگردیم. همونجوری که شما اشاره کردین، یونسکو یک دهه اعلام کرد برای اینکه آموزش همگانی بشه یا آموزش همگانی عملی بشه و همه کودکان در سن آموزش بتونن به مدرسه برن. خب دیگه اینجا نه اهداف سیاسی بود، نه سبک زندگی بود، نه نمیدونم همه اون چیزایی که علیه سند 23 گفته شده بود. ولی در این حوزه که ما اتفاقا به خاطر کاهش رشد جمعیتمون یک بخت بزرگی داشتیم برای اینکه بتونیم به این هدفمون برسیم، متاسفانه نرسیدیم. یعنی ما امروز به جز اون آماری که در مورد بیسوادی اشاره کردین و دقیقا بودن، ولی در حوزه خود آموزش ما امروز پوشش آموزشی ما تا آخر آموزش اجباری متاسفانه کامل نیست. هنوز ما حدود 5% از بچه های ما به آموزش ابتدایی را پیدا نمی کنن، حدود 20% از بچه های ما به آموزش راهنمایی دوره اول متوسط نمی رسن و حدود 35-40% بچه های ما هیچ وقت به پایان دوره دبیرستانی نمیرسن و اینا به خیلی کم سوادان و یا بی سوادان اضافه میشن، برای اینکه اگر این آموزش به اندازه کافی آموزش در واقع جونداری نباشه، اینا خیلی کم مایه باشه، اینا خیلی زود اون آموزش رو فراموش میکنن. بنابراین ما 4 میلیون کودکی داریم که درش هم بخش مهمیش به هر حال کودکان بازمانده از تحصیل ایرانی هستن، ولی همزمان کودکان افغانی، صدها هزار کودک افغانی داریم که اونا هم از تحصیل بازموندن و به مدرسه راه ندارن. و این جمعیت عظیم، این 4 میلیون، حدود 1.5 میلیونش تبدیل میشن به کودکان کار، میرن در بازار کار قبل از اینکه به سن قانونی کار رسیده باشن. در مورد دختران این تبدیل به یک آسیب اجتماعی بزرگ شده. ما حدود 550,000 کودک ازدواج کرده در ایران داریم که به جای اینکه به مدرسه برن و درس بخونن و بتونن یه آینده خوبی برای خودشون تدارک ببینن، در سنین خیلی کم ازدواج کردن، برای اینکه ازدواج برای دختران از سن 13 سال به بالا در ایران مجاز است، در حالی که طبق تمام قوانین بین المللی یه همچین کار غیر قانونی و نادرست هست، ولی در ایران این اجرا میشه. و ما حتی بیوه هایی داریم که 15 سالشونه، 14 سالشونه، زنان طلاق گرفته ای داریم که 12-13-14 سالشونه و یک بچه هم دارن تازه. اینا همش اجرا نکردن اون چیزی بوده که یونسکو از ما خواسته بود، از ما و کشورهای دیگه که اجرا بکنیم. و ما در حقیقت به جای این جار و جنجال ها بهتره که برمیگشتیم به این کارنامه خودمون و یه مداری با در واقع فروتنی بیشتر برخورد میکردیم به اتفاقاتی که میفته. اما در مورد اون چیزی که شما گفتین، اگر با توجه به اینکه وقت کمه من بخوام خیلی سریع اشاره بکنم، اگر ما امروز بخوایم سند 2030 یونسکو رو اجرا بکنیم، به نظر من ما نیاز به سالهای طولانی داریم برای اینکه محتوای کتابهای درسی، شیوه های آموزشی، تجهیزات مدارس، نوع نگاه به آموزش، نوع نگاه به تربیت انسان و نوع نگاه به انسان را در نظام آموزش ایران به طور عمیق دگرگون بکنیم، برای اینکه بتونیم به این دورنماها و چشم‌اندازی که یونسکو ترسیم میکنه برسه. و این کار 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نیست. این کار احتیاج به یک انقلاب آموزشی واقعی در نگاه، فلسفه و محتوای آموزشی ایران و شیوه های آموزشی، نحوه تربیت معلم و همینطور
امکاناتی که به آموزشمون داریم در به همه اینها وابسته است. و من فکر میکنم که اینی که گاه گفته میشه گویا دولت بی سر و صدا این را اجرا کرده، من فکر میکنم تنها کاری که دولت کرده اینه که این را ترجمه کرده و کمی در موردش بحث کرده، برای اینکه اگر قرار باشه ما گامهای اولیه را در جهت این سند برداریم، احتیاج به یک خانه تکانی خیلی بزرگ و اساسی در نظام آموزشمون داریم. آمریکا در 20-30 سال گذشته با وجود همه مشکلاتی که آموزش ایران داشته، با وجود همه کارهای تحقیقی که ابعاد آسیب شناسانه این آموزش نشون دادن، هیچ وقت انجام نشده و هیچ وقت شروع هم نشده. حتی. بسیار خوب. ما باید برنامه‌ای داشته باشیم درباره همین خانه تکانی در نظام آموزش ایران، نیاز به این خانه تکانی. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر سعید پیوندی، عضو کمیسیون آموزش و صلح یونسکو که در خدمتتون بودیم. شبتون بخیر در پاریس آقای پیوندی. وقت پرده آخر. یقینا آقای رئیسی به هر حال تابع اهل بیت اسمت به طهارت علیهم السلام هست. اگر الان امام صادق علیه السلام هم بود یه توبه کار رو میپذیرفت، دستش هم میبوسید. شب و روزگار خوش.